سلام، صبح بخیر. ما دیشب به دوستان اشایرمون پیوستیم و امروز صبح رو در کنار سیاه چادرای اونا بیدار شدیم. میخوایم یه روز کامل رو با زندگی اشایر همراه باشیم. خب یه چیزی که خیلی از صبح که از خواب بیدار میشی اینجا مشهوده، صدای گوسفندا و صدای بره ها و صدای مرغ و خروس و صدای سگ و به نظرم اینها جزء جدا نشدنی از زندگی عشایره. از اینجایی که من نشستم که چادر ماست، اون طرف که البته چون وایده خیلی خوب داره میشه، یه سیاه چادر پشت سر ما، یه سیاه چادر که میریم ببینیم. سیاه چادر دوست ما موسا جانه که موسا 3 تا بچه داره، یه پسرش که محمد تاها اونجا نشسته رو موتور، این هم که ما خروسشونه، این هم موتور منه که این دیشب درست شد، اینو جوشش دادیم و لاستیکش هم امروز از تهران میرسه. خب تو باید آب بریزی دستم. آره من باید آب بریزم. صورتت هم بشو. نه اینجا هم ظرف هاست باید ببریم با خانوم بشوریم. اینا بزبز قندیه. چرا اینا زغال دوست دارن بخورن خدایا؟ سلام، صبح بخیر. موسا رفته اسفندر رو ببره. خونک تو ها؟ خیلی به به، صبحانه محلی تازه، ماست و کره محلی بوی خوش میده، نون تازه که خودشون میپزن. امروز هم تازه قراره بریم پای تنور رو منم ببینم چطوره میپزن. ببینم که تخم مرغ محلیه، بچه رنگی داره و اینکه بیا دیگه. من میخوام برم کودشت لاستیک رو عوض کنم، ندام اینجا میمونه با زندگی اشعار برای خودش. آره ما برنامه ها داریم، میخوام بریم تازه نون بپزیم. بله بله، برید سلامت. هر روز فرشته با سارینا و همسایه هاشون میان برای شستن ظرف ها سر چشمه که حدوداً 300 متری تا چادرشون فاصله داره. یک بار عصرها میان ظرف های نهار رو میشورن، یک بار هم صبح بعد صبحونه میان و ظرف های شب قبل رو میشورن. روی چاه رو درب گذاشتن که داخلش آشغال یا حیوانی نیفته و تمیز بمونه. آب رو از چاه با سطل میکشن بالا که کار سختی و سطل وزن زیادی داره، اما انجامش میدن. همون کاری که ما به راحتی با چرخوندن شیر آب انجامش میدیم یا با ماشین ظرفشویی. اینجا آب خیلی سرده، پوست دست از سرما میسوزه. سارینا که فقط 8 سالشه بیشتر ظرفا رو اون شست و صبح که بیدار میشه تا شب توی تمام کارها به مادرش کمک میکنه بدون اینکه کسی بهش بگه چی کار کن. من اصلا نمیتونم زندگی سارینا رو با زندگی یک دختر و همسن و سالش در دنیای مدرن مقایسه کنم. بگو فرشته هر جاش اشتباه میریم. نه من بلد نیستم خوب مثل شما. تمیز میشه؟ من ظرفامون همه رو شستیم و نمیخوام بریم از چای بالای آب بگیریم. از میگیره خیلی کوچیکه، یعنی چیزی خیلی توش پیدا نیست. فرشته مادر خانواده 3 تا بچه داره و یک زندگی رو به معنای واقعی با تمام مسئولیتاش میچرخونه. زغال درست کنی. باید زغال بشه؟ یا نه با هم آتیش هم میشه؟ وظایف نانوشته ای داره و هر روز انجامش میده. هر صبح برای پخت غذا و نون باید هیزم بشکنه و آتیش درست کنه.
گاهی میشه که ما هم 3-4 روزی رو کم میکنیم، مجبوریم هیزم بشکنیم و آتیش درست کنیم. واقعا بعد یکی دو بار برامون سخت میشه، چون انرژی زیادی رو میگیره. و تصور این که یک نفر هر روز چند بار باید این کار رو انجام بده، خیلی خیلی بیشتر از اون چه که بشه فکرش رو کرد کار سختیه. این همون ترکیب آب و آرد و ایناست؟ نمک و جوش شیرین هم داره؟ آره. به خمیر جوش شیرین نمیزنن و فرشته فارسی رو خوب متوجه نمیشه و گاهی فقط تایید میکنه. این خمیر برای 5-6 تا نونه هر روز درست میکنن، برای همون روز نون تازه، نون تفتون میشه نه؟ آره، نون تفتونی. فعلا خمیرشو این دیگه کار من نیست، این خیلی بلد میخواد. نه قربونه، به من نده، خمیرت هم خراب نکن. آره خف کنه، داخت کن وقتش. بعد این از این رو به این رو هم میکنی؟ یا نه دیگه؟ آه میگرمنش. آه خودش دیگه جدا میشه از سارج. آها خسته نباشید. چطور بود؟ سلامت بود. ما از روی بابه اینا فهمیدیم دارن گوسفندا برمیگردن. از چی؟ از دره ها. کورشینا کجا رفت؟ رفتن لاستیک موتور رسیده بود. رفتن لاستیک موتور رو بگیرن. به سلامت. لاستیکش عوض کنن بیان. آره عالیه. صبح ها موسا گله رو میبره برای چرا. ظهر برمیگرده، ناهاری میخوره و دوباره بعد یه چرت نیم روزی میره. سلام سلام، برو بالا. خب اینم رفت لاستیک موتور رو عوض کرد و اینم لاستیک جدید. به به بابا، آجش خیلی آجه، اون صاف شده بود. مرسی مرسی مرسی، دمت گرم. اینجوری؟ آره دوارش کنم. الان اینجوری. 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 ها اینجوری. آره. الان بذارو. دیگه ذره بازش کنم. دیگه کافی. مامانت کجا رفت؟ پشت. فرشه؟ از بابا؟ آره. یه ما اینجا چیز شدیم دیگه. آره. صاحب آشپزخونه شدیم، داریم نون میپزیم. دیگه بسته. بسته خیلی چسبیده است. این لیتر بذاریم پاره میشه. اون سنگ بغل ساج برای اینه که وقتی نون رو میپزن، قسمتی که خمیره و خوب پخته نشده رو میذارن رو اون سنگ تا از فاصله حرارت ببینه و نم نمک پخته بشه. در زم حرارت نزدیک آتیش واقعا زیاده و تحملش سخته. خب ما به همکاری همدیگه یه دونه بچه نون پختیم که تایید میکنه. خوب شده؟ آره خیلی خوب شده نونم. نه بچه نونمون. بقیه هم که کار مامان خونه است. اینجا وقتی که میزنن چیزی باش نمیخونن، ترانه و شعر و اینا؟ نه قدیمی ها. آره ما نمیخونم. مامانه چی؟ میخونه. مثلا چی میخونه؟ من الان یادم نیست چی میخونه.
با همون ده. رسیده؟ ببینم اما خوب تو را گروه چرا بی؟ مزانه بوده نه آه رسیده مسایه باز کن مامو دوره بزنی نه؟ آنی نمکش میزنی؟ آره نه خطا کن نگی من در باز برای اینکه دوغ کره ببنده، هین اینکه دوغ رو میزنن، روش آب سرد میریزن. حتی بعضی وقتا یخ میندازن تا کره خودش رو بگیره و صفر بشه و از دوغ جدا بشه. واخه چه باحال هستیش. تو هم ببند. حسابی محکم میشه. آره. هران موره نگی. چی میشه یه بار دیگه بگو؟ میگم اینا کوچولو هن اگه بیرون باشن پشه ها چشه شما در میاد آه زایده پاشم میبنده ببینم آره که دیگه نره بیرون این برا هم چون زورا دیگه گرمشون میشه میارنشون اینجا به به حجر دوغی شد این دیگه الان دوغه دیگه به 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 چی شده؟ کره چه جوری میده؟ ببینم آه کراش هم میده زندگی عشایر یه تفاوت اساسی با زندگی شهری داره اینکه اینجا زندگی آدم‌ها خیلی به هم دیگه وابسته هستش و همه باید به هم کمک کنن مثلا موقع نون پختن همسایه‌ها کمک هم میان امروز مهسا از صبح اومده کمک دست فرشته مهسا اینا چادر بالایی هستن تموم شد؟ آره یه توضیح بده چی بگم دوباره میدازیش توی اون؟ این آها میدازین تو کاسه چه کره ای به به ارگانیک ارگانیک و خودش یه وعده غذاست یه وعده برای ناهار که با نون محلی و ماست میخورن این شیر گوسفنده؟ گوسفند بود بلدی بدوشی؟ یکم بلدم من خودم به تنهایی تو به تنهایی میدوشی؟ آفن کی؟ عصر هم میاد؟ بعضی خب اگه عصر بود بگو بیام باش به غیر اون چشمه یه چشمه دیگه هم هست که 600 متری از چادرها فاصله داره از آب اون برای آشامیدن استفاده میکنن آبش تمیزتره و اینکه مواد شوینده اونجا استفاده نمیشه. دام‌ها هم برای آب خوردن میارن اینجا. چون اگه مواد شوینده با آب قاطی بشه، گوسفندها نمیخورن. در روز چند بار این فاصله 600 متری رو میان و میرن و با دبه و سطل آب میبرن. با همسایه‌ها اومدیم برای بردن آب. و این خری که میبینی داستان داره. میگن خیلی دیر باردار شده و یه دختر داره. الان بچه الاغش یه ساله شده و فروختنش به همسایه پایین‌تری. اما این الاغ که اسمش نازی هست، واقعا به دخترش و همچنین دخترش به اون وابسته هستش. اصلا نمیتونن دوری همو تحمل کنن. الان هم نازی همکاری نمیکنه چون دخترش داره صداش میزنه و میخواد بره ببینتش. دخترش کار مهمی باش نداره و فقط میخواد کنار مادرش باشه.
آفرین بایسا سیسه بریم بچه‌شو ببینیم. نه نمیتونیم. ای چرا؟ اجازه نمیدیم. نه خودش؟ واقعا؟ مگه میشه؟ فرزه چی شد موسا؟ بگو برامون. مریض بود. شکمش مشخصه. باز کرده بود. ناراحت بود. گفتن بذار سرش خلاصش کنی. تمام سرمایه عشایر بوزه و گوسفنداش. از دیروز یه گوسفند شکمش باز کرده بود. و الان دیدم که موسا اینا مجبور شدن خلاصش کنن. یعنی سرشو ببرن. اما این آدم ها با طبیعت خودشونو سازگار میکنن. و میدونن این هم جزی از زندگیه و باید بپذیرنش چون ما آدم ها زورمون به زندگی نمیرسه. من فکر میکنم آدم ها در شهر کمتر توانه پذیرش اتفاقات رو دارن و میخوان همه چیز تحت کنترلشون باشه و کمترین مسئله غیر منتظره‌ای که پیش میاد مضطرب و ناراحتشون میکنه. پاشد موقع؟ آه شده کجوجه هاش؟ نوالی شده؟ همون شب هم مرغی که مدتی بود روی تخماش خوابیده بود تا جوجه بشن جوجه هاش از تخم بیرون اومدن. این چند روز هم خانم مرغ حسابی جدی بود و نمیشد به تخماش چپ نگاه کرد. سارینا که حسابی منتظر این لحظه بود کلی ذوق کرده بود و هی میرفت به جوجه ها سر میزد. میخوایم شیر بدوشید. اینا هم همه تو صفن. اوه تو میخوای بگشی؟ آفرین. این چه بدقلقه داره بره. تازه این خوبه خیلی میگفته. ماشاءالله. چیکنم؟ لحظه اجازه بدید. خب باشه بلند کرد رفت. ببخشید خانم بابایی. نه نداره دیگه. اینا کجا گیرش آوردی؟ چون بره ناقلا هستن. دنبال مرغ خروس میکنه. میپر بر مرحی بابا بابا میکنه. بده اومدم بگیرمت. بودو. خب رسیدیم سر داستان اصلی که مشکل خیلی هاست. حتی برای یه سفر کمپی یه روزه میپرسن وای حمامو چیکار کنیم؟ کجا دستشویی بریم؟ بله دوست عزیز، اینجا کلن از دستشویی به اون شکل سرویس بهداشتی خبری نیست. و حالا جریان حمام کردن، اونم باید کمین کنی و وقتی دوروبر خلوته پشت این دیوار کنار چاه حمام کنی با آب نسبتاً یخ چشمه، که البته اینجا ظهر اینقدر گرم شده که این آب سرد حسابی حال میده، فقط اولش یه برق اساسی از کله در میره. مزیتی دارم اینجا اینه که من مو ندارم، خیلی راحته. خیلی زیاد چون کلمو میشورم.
اینم کوروش که دیگه خودشو کشف حجاب داد و خیلی بریزی سرم اول بیم چیریه گفتم اول بیم تو سرم میخواستم حسابی کیف کنی روحت اتفاق خیلی جالب اینجا اینه که دم همین دمدمای غروب که گله بر میگردن از دورتر که برها صدای مادراش رو میشنون شروع میکنن بعبع کردن و این لحظه که نزدیک میشن مادرها با سرعت میدون طرف بچه هاشون و همطور بچه ها طرف گله با هم ببینیم اون طرف مادر و جلو جلو اومدن چه براها ولی در رو هنوز برای براها باز نکردن که برن پیش مادراشون و هر دو گروه دارن ناله میکنن این هم همینطور این هم داره برای مادرش ناله میکنه از اینکه اومدن مادراشونه از شرا و اینا حسابی منتظرن و هی بابا میکنن از همین بغل ناله میکنن آخه آره خیلی خوب وجود خالی اینا که بچه دارا آره دو قلوه آخه کدوم یکی دو قلوه عزیزم این هم دیگه پریدم به شیر خوردن امروز آقا موسا با پسر کوچیکش با هم رفتن این هم داره بچهش نوازش میکنه همینجوری که اون شیر میخوره آره آخه ماشالله شیر داره مادرش؟ داره نه چون دوتان اینجا با تاریک شدن هوا روشنی تموم میشه چون برق نیست دیگه از تلویزیون و رادیو و کامپیوتر و هر چی که با برق کار کنه خبری نیستش شبها سرگرمی ما دور هم نشستن و شنیدن آوازهای دلنشین موساست بچیم لرستان خوش سر بیلی لرستان خوش سر بیلی مانگا سوا بوانم لیلی سوا سوا مانگا سوا بوانم لیلی سکل ماچی کراس کوا بوانم لیلی سکل ماچی کراس کوا بوانم لیلی اره هو لیل هو لیل هو لیلانا اره هو لیل هو لیل هو لیلانا او بالا برز وای وای دین و دنیا ما او بالا برز وای دین و دنیا ما سلیمان کندی بچی بگی دادا اره سلیمان کندی
مرسی که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. یادتون باشه لایک و کامنت های شما باعث میشه ویدیوهای ما بیشتر دیده بشن. اگر مایل هستید میتونید با کلیک بر روی گزینه جوین و پرداخت مبلغ کمی عضو ویژه کانال موتو توریست بشید و از این طریق از ما حمایت کنید. ممنونیم از همه شما. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. او بالا برزا وای وای دینو دنیا ما او بالا برزا دینو دنیا ما دای دینو دنیا ما ماشاءالله 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 ایوالله چقدر اونه